نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام حضور شما همراهان گرامی و ارجمند. با خبرهای امروز از خبرگزاری صدای افغان همراه شما هستیم. اشرف غنی رئیس جمهور پس از دیدار با مقامات آمریکایی در یک کنفرانس خبری بار دیگر بر فراخوان آتش بس تأکید کرد و گفت که زور و توسل به نیروی نظامی راه حل نیست. او گفت طالبان و حامیان آنان باید بدانند که زور وسیله این نیست که بتوانند با استفاده از آن یک افغان را به تسلیم شدن وادارند. غنی بیان کرد که هنوز هم از آنان می‌خواهد تا آتش بس کنند و وارد یک روند سیاسی شوند، زیرا به گفته وی سازش سیاسی راه نهایی پایان بخشیدن جنگ است. او تأکید کرد که اگر طالبان راه دیگری را انتخاب کنند با یک ملت مقابل خواهند شد. رئیس جمهور گفت که سفارت ایالات متحده در کابل با فعالیت ادامه خواهد داد و برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 3 میلیارد دلار پیشنهاد شده و روند تحویل دهی تجهیزات نظامی مانند هلیکوپترها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بایدن در دیدار با رئیس جمهور غنی تأکید کرد مشارکت بین افغانستان و ایالات متحده به پایان نمی رسد، مستمر بوده است و خواهد بود. ممکن است نظامیان در حال خروج باشند، اما حمایت از افغانستان متوقف نمی شود. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که کشورش با مشارکت پایدار به ویژه روابط قوی دفاعی با افغانستان متعهد است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سرعت انتشار ویروس کرونا به دلیل رعایت اهتمامات وقایوی و کنترلی کاهش یافته است، اما افزود که هنوز هم میزان واقعات سیر صعودی را می‌پیماید. او تصریح کرد که بر بنیاد آمارها میزان انتشار ویروس کرونا در 2 هفته اخیر در ولایت‌های کابل، قندهار، لوگر، قندوز، نورستان، پکتیا، هلمند، لغمان، بغلان، پنشیر، بادغیس و سرپل حالت افقی به خود گرفته است. او در همین حال هشدار داد که همکنون سیر ویروس کرونا در ولایت‌های بامیان، جوزجان، تخار، فراه، پکتیکا، خوست، بدخشان، دایکندی، کاپیسا، کنر، بلخ، سمنگان، پروان، ننگرهار، زابل، نیمروز، غور و غزنی رو به افزایش است. او همچنان گفت نتیجه آزمایش 19 نمونه مثبت ویروس کرونا به هدف تشخیص نوعیت دلتا یا هندی آن که 2 روز پیش از سوی متخصصین در لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه صورت گرفت، 8 نمونه آن از نوع انگلیسی و 11 مورد آن از نوع دلتا یا هندی تشخیص شده است که این بیانگر انتشار وسیع نوع دلتا در کشور می باشد. مقامات محلی طالبان را متهم می‌کنند که 70 دکان را در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به آتش کشیدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب می‌گوید که طالبان بعد از آن که از سوی نیروهای امنیتی مورد حملات تهاجمی قرار گرفتند و تلفات سنگینی را متقبل شدند، در مقابل دکان‌های مردم را به آتش کشیدند. یورش گفت که در این آتش سوزی بیش از 70 دکان سوخته است. سخنگوی پلیس فاریاب افزود که این دکان‌ها از چوک مرکزی اندخوی تا بالا حصار موقعیت داشته است. به گفته او طالبان همه دکان‌های 2 طرف جاده را در این ساحه آتش زدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. مسئولان در شرکت برشنا میگویند که کار روی وصل دوباره برق کابل رو به تمام شدن است و احتمال دارد که تا پایان امروز برق وارداتی به کابل و شماری از ولایت‌های دیگر وصل شود. یک منبع معتبر در شرکت برشنا میگوید که کار ترمیم و نصب پایه‌های برق در سالنگ جنوبی تمام شده است و تیم تکنیکی برشنا از روز جمعه تا کنون در تلاشند تا با مساعد شدن زمینه لین قطع شده در ولسوالی خنجان بغلان را نیز وصل کنند. به گفته این منبع تیم تکنیکی شرکت برشنا امروز کار ترمیم لین قطع شده در این ولسوالی را آغاز کردند. رئیس جمهور غنی در حکمی برای هر یک از خلبانان نیروهای هوایی کشور مبلغ 50,000 افغانی از بودجه کد 91 پالیسی کمک منظور کرده است. در حکم آقای غنی که در تاریخ 2 سرطان صادر شده آمده است که این کمک به منظور حمایت و قدردانی از دستاوردها و فداکاری‌های خلبانان ارتش صورت گرفته است. تعداد خلبانانی که از مزایای این حکم برخوردارند 653 نفر گفته شده است.
از همراهیتان با خبرهای امروز سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.